ساختمون نوساز، مبله، اداری، همه چی تموم. فرمودین واسه چه کاری میخواین خانم مهندس؟ دفتر حقوقی. شغلم وکالت آقا. پسنده؟ بدک نیست ولی ودیش خیلی بالاست. یه همچین آپارتمانی تو این منطقه با این متراژ؟ متراژ بالاش برام چندان اهمیتی نداره. از اینجا بهتر گیرت نمیاد مهندس. خودت حساب دستته. باش صحبت کنین ببینین میتونه از پول پیش کم کنه. ببخشید شما؟ ببخشید شما؟ فکر میکردم صاحب آپارتمان یکی شناسه، اما انگاری کفتر دو برجه است. به شما هم کلید داده؟ تمومش کنم مهندس. حیف که تو بورس سرمایه گذاری کردم. مگه میخوای بخری؟ باشه خداحافظ. جور نشد. باید صحبت کنیم ببینین حاضره که به جای کسری ودیه اجاره رو بیشتر کنه. نمیشه، همش لازم دارم برای یک سفر خداپسندانه. سلام پیشی. آها نسری پیشی، بای بای. مرد شورتو ببرن گور بنره. داداشا سلام. علیکم سلام. ایه این واحد راست کارته، اینقدر دست دست نکن. راستش نمیدونم چی بگم. لازم این چیزی بگی، فقط سر تو حساب باشه. همین. خب اینجوری که نمیشه که، ما اصلا نمیدونیم با هم تفاهم داریم نداریم. نمیخوای که زنش بشی خانوم؟ این چه طرز صحبت کردن آقا؟ منظوری نداشتم که خانوم. پیرو اون جلسه حضوری که ما خدمتتون بودیم ایشون حاضرن کامپلت اینجا رو رهن کنن. سال سالم چه واسه سند زدین؟ هزار ماشاءالله معتبرم تو کار صادراتن، اونم به اروپا. آفرین. ببخشید چی صادر می‌فرمی؟ تو پوست و روده جونم. اسمش همچی خوب نیست اما پولش خوبه. پس با این حساب اومدم ودیعه رو تمام و کمال پرداخت کنم. زکی شما بگو من واسه چقدر بنویسم. چقدر؟ قبوله. زکی جان میگم خوب شد. البته من هنوز مطمئن نیستم که بخوام، یعنی بستگی داره. شغل این خانم چیه؟ خب میریم بانگا میپرسیم. در واقع میخوام مطمئن بشم که شغلشون مخل کار من نباشه. میشه پرسی؟ البته با این اوصاف فکر میکنن ایشون تو کار کتاب و مجله جات باشه. الو جانم سلام. چی؟ شغل مهندس؟ وکالت. چی؟ ناشره. هم ناشره هم دستی به قلم داره. خانم مهندس وکیل هستم. عکاسه. البته نه از عکاسه بلاقات عکاس خونه بکنه. چی میگن؟ عروسی صنعتی پتبی هنری از این هاست. درسته؟ بفرمایید. که درسته. بفرمی. ممنونم آقای بزرگی. خداحافظ. نمیدونین چه دفتریه، همه چی تموم. شروع فعالیت مستقل حرفه‌ای تو بهت تبریک میگم گلنم. مرسی بابا جان. آیین قرآن یادت نره ببری قبل از هر چیز. چشم. پس درد نکنه. تعمیر شده اساسی. حالا چجور آدمی هست؟ من که خیلی نمیشناسمش ولی میدونم تو نشر کتاب مثل شما هم نویسنده است. پسر خوبی به نظر میاد. فردا یه سر بهت میزنم. میخوام دخترمو در کسوت یک خانم وکیل ببینم. با این جوونم آشنا بشم. گفتی اسمش چیه؟ زندی، فرهود زندی. میخوری؟ تو نمیخوای بزرگی؟ برای دو سه روز همه چی گذاشتم. نمیری بیرون از این فیسبوک تا بخوری یا؟
اجاق گازم که داری، غذا تو میتونی گرم کنی ها؟ همه چی تمومه. اگه بدونی چه لعبتیه ماما. ایوا، دختره رو که نمیگی. دختره؟ دم آپارتمانو میگه. دختره. یادم رفت. سلام. ببخشید پدر، کسی سراغ دارین که این چند تا کارتون رو من بیاره بالا؟ به من نیاز که مد عنکبوتی باشم یا فامیل من رضا زاده باشه. صبحتون بخیر. صبح بخیر. شما رو عرض نکردم پدر جان. پدر جون کیه؟ من آقای قنبری هستم. قنبری. قربتون آقای قنبری. توی آسانسور بود. حالا چون بیاد تو. من کمکتون میکنم. خیلی ممنون. وای شربت خوردن توی لیوان حال میده. تصورش هم وحشتناکه. شما فلاک ساختی؟ بله. بشی؟ من؟ من گفتم ناشرم؟ خانم شما بودین که گفتین کارتون عکاسی هنریه. چه میدونم این عروسی سنتیه. اینکه من بعض وقتا برای دلم عکس میدازم چرا ربطی به شغلم داره؟ تازه اون آنم نشر رو روی در ماشین چی میگی؟ اون؟ بله. خانم محترم چه حرفی شما دارید میزنید؟ مثلا شما اگه یه عروسک ببعی بزنید پشت شیشه ماشینتون بنده بفکر کنم شما کله پزی دارین؟ به این ماشین من یه هفته است از یه انتشاراتی خریدم، اونم تازه قصی. الو خود کلاهبرداریتی؟ ببین من شکایت میکنم ازت به اتهام غش در معامله. من؟ من زندی هستم دیگه، فرهود زندی، وکیل دادگستری. الو، بزرگ مهر هستم، وکیل رسمی دادگستری. به خاطر این حق بازی دادگاهی تو میکنم. ببین خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. اگه تو با اون همکار نسنس واسه این خانم یه دفتر پیدا نکنه، اون وقتی که بفهمیدم برای کی دفتر پیدا کنن؟ من اول اینجا رو دیدم، اونی که باید بره جنوالی هستین. خوشی؟ بله. حالا میبینی. خودت که میدونی مینا جون، هر چی داشتم خرج بینیم شد. سه بار جراحی کردم، آخرشم اونی که میخواستم نشد. بار اول که عمل کردم. خیلی خوب فهمیدم. اگه پولم جور شد میدمش که خوردش رو به تو تا دوباره بریزی توی اون بینیت. اینطور که میگی راهش خیلی ساده است. باش ازدواج کن. با اون؟ آره. مردی نیستی، من دارم به تو میگم میخوام پول جور کنم بدم این دختره بره دنبال زندگیش. و تو میگی باش ازدواج کن. مسخره. تشکر. واقعا شرمنده کردی. چشمنه جون شرمنده. ناقابله. باشه. چیزی کام کس ندادید؟ خیلی ممنون. ببینین. بفرمین. خواهش میکنم شما بفرمین. لیدیز فرست. مرسی. من بابت حساب جدا متاسفم. منم همینطور. واقعا ازتون عذرخواهی میکنم. همینجا. اصلا حرفش هم نزنین. تقصیر من بود. تقصیر شما؟ چقدر فروتنی. قهوه‌تون سرد نشه. حقیقتش اینه که من از صبح تا الان دارم خودم رو سرزنش میکنم، چون واقعا این من بودم که شروع کردم. اتفاقا من شروع کردم. برعکس، این شما بودین که با رفتنتون تو اتاق این قضیه رو تمومش کردین. واو، چقدر بزرگ. واو، شما لطف دارین. برای همینم اومدم که تمومش کنم. با هم بریم بنگاهو. خب البته میتونیم بریم بنگاه، اما بله بله من
فکر میکنم جوان جنتلمنی چون شما. نمیخوام بزرگم. تعارف رو بذار کنار. من فکر میکنم که ما. اگه شما نگفتین لیدیز فرست. ولی قاعدتا منظورم نبوده که دن کیز نیکس. ببخشید جناب، جسارته. اون خانم که همراه شما بودن، حساب شما رو پس گرفتن. همین تا در نامشو. سلام، خسته نباشی. این دیگه چیه؟ قایق موتوریه. من فکر کردم که پل امیر بهادره. زنگ زدم مژده بدم بهتون که یه مورد اوکازیون پیدا کردم. آخه لابو طبقه مژدگانی هم داریم. ناراحتی از اتحادیه یه زنگ زدم تو بیخت کردم؟ صبر داشته باشین، تازه اولشه. شکایت میکنم ازت. چرا حوار میکشی آقا؟ مگه اینجا چاله میدونه؟ چیزی که عوض داره گله نداره سرکار خانم. بالاخره خواهیم دید که کم میاره. حاضری همین الان قرعه کشی کنی؟ نه، ولی حاضرم شرط ببندم. هر کی باخ پولشو میگیره و میره. باشه، چه شرطی؟ هر کی اول کار گرفت برنده است. قبول. اصلا خودتو بازنده بدون. خودتونو. خودتون رو بازنده بدونید از همین الان. سعی کنید در اون لحظه لبخند فراموش نکنید. سلام علیکم. سلام پدر جان، خوش آمدی. بفرمایید. ببخشید. نه خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید این طرف. پدر جان بفرمایید این طرف، خودم در خدمتتون هستم. بیارین اینجا. خانم ول کن خوبی. چرا همچین میکنی پدر جان؟ اینجا. اینجا. یه دقیقه صبر کنید. این جور موقع ها خانم ها بهتر به کار آدم رسیدگی میکنن. خواهش میکنم این طرف. با اجازه. راستی جلو پلاستو جمع کن و برو. جلو پلاستونو. خیلی خوب، ولی همینی که گفتی. اتهام کاردوزی به من نمیچسبه حضرت آقا. بفرمایین تو پدر. آقای زندی به کارتون رسیدگی میکنن. این پرونده مال شما، ولی شرطمون هنوز سر جاشه. به خاطر این کارت تو قانون هیچ مجازاتی برای حالگیری پیش بینی نشده. شما بفرمایید. تکلیف نقصه من چی میشه؟ حداقل خوشگه میدادی خودم میگرفتم. آرومش، چشم دارم میرم، چیزی نمیخوام دیگه ازتون. Thank you.
یادت گفتی سه بار دماغتو عمل کردی آخرش هم اونی که میخواستی نشد؟ درسته. خب بیا از دکتر شکایت کنی. وا نگو مینا جون، اون الان نامزدمه، میخوایم عروسی کنیم. خوشبخت باشه. ببین یادت تو میگفتی دکتر بدون عصب کشی دندونه تو پر کرد بعد تو مجبور شدی بریم اونو بکشیش؟ آره. میتونیم بریم ازش شکایت بکنیم، میتونیم بریم یه دندونه تو ازش بگیریم. بابا بیچاره دو هفته پیش مرد، خدا رحمتش کنه. اونی که تو گوشی فوت میکرد؟ کیو میگی؟ آها خب. خب ازش شکایت کنیم، خودم وکیلت میشم و گیرش میارم، ازت حق و وکالم نمیخوام. اون که معلوم شد فرزانه بوده، خودش تو کنکور قبول نشده بود، میخواست اذیتم کنه درس نخونم، حالا ماشتی کردیم. خدا رو شکر همه با هم خوبین. یادم یه روز به شریک سابقت گفتی برو بابا. شریک سابقت یه نگاهی بهت میکنم و میگه شکمت بره. آره خب. میتونی به اتهام توهین ازش شکایت بکنی. به شکمم توهین کرده. خب شکمت هم تحت تکفل توه. خودم وکیلت میشم، اعاده حیثیت میکنیم ازش. لابد یه چیزی هم دستی میدی. قبوله. چقدر میخوای؟ فرهود تو که عاقل بودی. آره. من موندم چطور دوتا جوان تحصیل کرده، اونم وکیل، خام دوتا بنگاهی دقلبات شدین. خریت حالا سمی ودیه اونو چطوری جور کردی؟ عمه سرور مهربون. کار خوبی نکردی؟ بابا جون اینقدر معلومت هم نکنین دیگه. چرا به من نگفتی؟ قبل از قرارداد همون دیروز زنگ زدم گفتین ندارم. میگم چرا با من مشورت نکردی که میخوای پول قرض کنی؟ امروزو میگم. خب نظرتونو میدونستم. حالا مثلا در مقابل عمل انجام شده قرارم دادی؟ یه چیزی تو همه مایه ها. خیلی خوب، پاشو برو بخواب، صبح مفصل باید دربارش حرف بزنیم. همین حالا حرف میزنیم. خوابم پرید. واقعا میخوای نظرمو بدونی؟ معلومه اون موقع عصبانی بودم، اما حالا اصلا میگین چی کار کنم؟ گذشت کن، اونم که تقصیری نداشته، درست مثل تو. آره؟ آره. پول عمتم پس بده. اون وقت این پسره یه جورای خوشبحالش میشه. ولی پدرت بیشتر خوشحال میشه، خودت هم از این جدل بیاسه خلاص میشی. خیال نکنی کم آوردم، ما دلم برات سوخت. تازشم وقتی عموی عزیزم فهمید کلید دفتر خیابون فرشتهشو داد بهم. دیدم اگه اینجا بمونم مدام باید اره بدم تیشه بگیرم. شاید شما از رو بیکاری دوست داشته باشی با خودت نون بیار کباب بر بازی کنی، ولی من وقتی این بچه بازی ها رو ندارم. همین حالشم با این دو تا پرونده ای که به این پیشنهاد شده شرط بردم، ولی ترجیح میدم برم. ببخشین کدوم دو تا پرونده رو میفهمی؟ حالا واسه شما چه فرقی میکنه؟ ده نشو شما دو تا پرونده هم نه، یه پرونده واسه من رو کمان، همین الان اساسمو جمع میکنم از اینجا میرم. مرد و مردونه؟ مرد و مردونه. باشه خودت خواستی. سلام، خوش اومدید. فرهود زندی هستم، وکیل پایه یک دادگستری. بفرمایید. خانم بزرگمهر تشریف دارن؟ نه از گوشی. بفرمایید داخل. سلام. سلام. خوش اومدید. بفرمایید. خیلی ممنون، زحمت کشیدید. بفرمایید. آخ، سوختم. چه خبره؟ هیچی. میدون جنگه. برنده‌ش هم از الان معلومه. کی از اوبی اومدی؟ دیشب. بفرمایید. دیدم وزید فامیلی آقا فرهود. غمت نباشه. این دو تا پرونده‌ای که بهم پیشنهاد شده. اوف. منم اینا. بابا. سیامک تا فهمید دفتر وکالت زدی گفت خب موردمونو بدیم به مینا. موردتونو؟ نه، همون خونه ارث پدری. اگه اشتباه نکنم که زحمل ارث تو بود. بله بود، ولی اینو که میشناسی همیشه مدعی بود، هنوزم هست. چون قرار دعوا نکنیم اومدیم ایران با راهنمایی تو یه پرونده تشکیل بدیم و خودت هم دنبال کارهای قضاییش بری.
به خصوص که تازگی ها شنیدیم دنبال یه پرونده خوبم میگردی. رای دادگاه هرچی هم که باشه ما قبول داریم. یعنی وکیل هر دوتون باشم؟ خب تو میتونی فقط وکالت سیامک رو بپذیری. که اینطور؟ اون وقت بنده و جنابالی بایستی راجع به محتویات پرونده کلی با هم اختلاط کنیم، کلی همدیگر رو ببینیم و وقت با هم بگذرونیم. آخرش هم با این ادعای الکی و پرونده بنجل جنابالی یه باخت مفتزهانه میشه اولین کیس حرفه‌ی من. نخیر. پاش. پاش اینجا هم کنید. آقای سیامک خان، خب گوشتو وا کن. من فعلا قصد ازدواج ندارم. اشتباه تام اینجاست دیگه. بله رو بگو برو دوباره شهر رو بکن هممون رو راحت کن. نه. یه کاری بکن دیگه. چی کن کنم؟ خب از دیدنتون خوشحال شدم. قضیه ناصر رو بچه‌شو بگو. خب خدافظ. راستی ناصر که میشناسی؟ پسر عمم. فکر کنم یکی دو بار دیدمش. خب که چی؟ از زنش جدا شد. تو چرا خوشحالی؟ آخه با خانمش سر بچهشون کلکل دارن. بچه؟ واقعا که چی؟ فکر کردم این دره و اتاق منه، نگو که اون یه دره. خب خانم دوتا دره اومدم بیام، دوتا دره اینجا، از هر کدوم اون یه اتاق دره منه. اون دره اتاقه، یکی دره منه، در اون اتاق اون یکی اداد میزنه اینجا. هی خانم کافر همه رو به کیش خود پنداره. بریم. هر چند پوزه این پسره حسابی زده میشه، ولی نه، این اون کیسی نیست که من دنبالشم. نمیتونم خودم راضی کنم که یه بچه ای را از آغوش مادرش جدا کنم. داری اشتباه میکنی؟ اون به هر بچه ناصرم هست. آدم تو مسئول بهشت و جهنمش نیستی. آخه چطور میتونم واسه جدا کردن یه طفل معصوم از مادرش تلاش کنم؟ درود بر اون عرق زنانت. نه، نمیتونم وکالت ناصر رو قبول کنم. نمیخوام تو این جدایی قدمی برداشته باشم، ولی حاضرم تو عالم خویشاوندی یه جلسه مشاوره براش بذارم، غیر رسمی رایگان. همین امروز هم میتونیم بفرستینش دفتر. البته جناب عالی هم همراهشون نمیایین. شما همیشه با آقایون اینجوری رفتار میکنین دیگه. نه که جناب عالی از تحقیر آقایون قند تو دلت آب نمیشه. بری میرام منو باش آشتی بدم. چیکارم کردی؟ چه عالی آقای زندی. چه حسن تصادفی. مشکلی پیش اومده؟ پنچر شده. پنچر؟ اصلا خودتون ناراحت نکنید، بفرمایید. مینا جون یک هیچ. بله. سلام، من ناصر نیکو هستم. سلام، احوال شما؟ بفرمایید. خواهش میکنم. آقا بزرگ چطورن؟ آقا بزرگ که 6 سال پیش فوت کردن خانم. آخه خدا رحمتشون کنه. حالا چه دمه در ایستادیم، بفرمایید. خواهش میکنم. بچه ها راجع به مشکلتون با من حرف زدن. امیدوارم درک کرده باشین چرا وکالتتون رو قبول نکردم، ولی فکر نمی کنم یه جلسه یه مشاوره مشکل ایجاد کنه. به هر حال در خدمتتون هستم. معرفی میکنم، آقای نیکو برای کار حقوقی تشریف آوردن. خوب کردن، خیلی خوش اومدید. اگه اشتباه نکنم آقای زندی. خوشبختم. خوشبختم. بفرمایید این طرف. خواهش میکنم. خانم نوشیدنی لطفاً.
بفرمایید. خواهش میکنم. من نمیخوام این ماجرا خیلی باز بشه جناب زندی. با من راحت بشید. میتونید منو فرهود صدا کنید. ولی این که بالاخره پذیرفتم کارمو به وکیل بسپارم به خاطر همین جوان بودن و تازه کار بودن شماست. میدونین که قدیمی ها به خاطر شهرتشون به قول سینمایی آدم اکران میکنن، در صورتی که من اصرار دارم همه چیز در سکوت و بدون هر گونه حاشیه برگزار بشه. منظورمو که متوجه میشین؟ چرا خاموش؟ چرا خاموش؟ 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 از این بابت خیالتون کاملا راحت باشه. متشکرم. مخصوصا این دستیارتون. من همیشه از کار کردنم با فامیل پرهیز کردم. ایشون؟ حقیقتش اینه که من خودم هم خیلی راضی نیستم که با ایشون کار بکنم. به خاطر همین مطمئن باشید امروز اساسشون رو جمع میکنن و از اینجا میرن. انشالله. توبه؟ کی رفتی؟ نه نه نه، نمیخواد برگردی. ببینم، مگه قرار نبود ناظر بفرستین دفتر من؟ چی شد یه دفعه رفیق شیش دنگ آقا از آب در اومد؟ پس حتما کار اون خواهر هفت خطته. هنوز تهرانه؟ پس یقینا کار خودشه. ببینم، هیچ شماره ازش داری؟ لااقل بگو اسمش چیه؟ کجا کار میکنه؟ محبوبه ابتهاج؟ خب؟ مجله همشهری خانواده؟ خیلی خواه باشه، خدافظ. فرهود زندی، ازت متنفرم، ازت متنفرم. پس طبق قرار از پنجشنبه تا شنبه پیش مادر و بفرم. نوشه جان ممنون. بفرمی خواهش میکنم. کچک جان پس گفتین که سه هفته سامان رو برده و تحویل نداده. خب دقیقا سه هفته و دو روزه. در واقع سامان رو دزدیده. آقای قنبری سلام، مهمون داشتیم، اومدم ازتون لیوان قرض بگیرم، نبودین، فضولی کردم اون لیوان دست داره رو برداشتم. بله بله، همونی که مال دندوناتونه. قربان شما، خدافظ. حقه بود. چه خبره؟ میارم. عمران. الو، دفتر جدید سردبیر. بده من. آخرش من کارمو به خاطر تو از دست میدم. بله. سلام خانم ابتهاج. من مینا بزرگمهر هستم، وکیل رسمی دادگستری. وکیل؟ وا، وکیل. نگران نباشین خانم ابتهاج، من فقط قصد کمک به شما رو دارم. وقتی شنیدم قصد مهاجرت به خارج از کشور رو داره، وقتی شنیدم سامانم میخواد با خودش ببره، من بودم که به مامان گزارش دادم. دیگه برش نگردوندم. مهد کودکم نذاشتم بره. حتما میدونی که علیهت اقامه دعوی کرده. بله. ما باید با تمکین در برابر قانون و توسل به اقدامات قانونی احقاق حق کنیم. تا قبل از اینکه انگیزه تو بهم بگی فکر میکردم اینم یه دستیسه از طرف ناصر. آخه وکیل که یهویی از آسمون نمیافت. چه مظلوم. مظلوم خودتی. تو رو نمیگم، ما زنا مظلومی. آخه شماره ناصر رو بهم بده. آقا ناصر، چه زود فامیل میشه. بله؟ شما؟ وکیل ناصره. بله بله، بگو با وکیلم تماس بگیر. دهنتون رو شیرین کنین، من چرت بردم. به قول بابای عزیزم یه نمایش ضعیفه.
آره درسته، نموش قوی تخلیه این اتاق یک تراژدی تمام عیار برای شما. تراژدی واقعی که توی لیوان شربتتون بود که هر چی هم شیرینی بخوری مزهش نمیره. ببین خانم کوچولو. خانم کوچولو خودتی. خیلی خوب خانم بزرگ. من شرط بردم خودتم دیدی. پس هر چی زودتر باید جلو پلاستو جمع کنی و اما مطمئن باش قبل از رفتن تلافی اون عمل زشتت سر در میارم. در ضمن اگرم دیدی بیکار مودی میتونی بیای پیش خودم، شاید چیزایی یاد گرفتی. ببین بنده خدا، بهتر تو یه فکری بری برای خودت بکنی که اگه کاردوزی نکرده بودی هم یه دونه پرونده رام نداشتی. از رنگین بود، مفت چنگم. شب دراز است قلندر بیدار. باشه. بله. سلام. سلام. باجی رام علی نبود. ببخشید. خدا ببخشه. من زندی هستم، وکیل همسر سابق خانم ابتهاج. امرتون رو بفرمایید. الو. بگین میشنوم. الو. گفتم که میشنوم. خوبم. گفتم چطوری؟ آه اون دیگه یه راز حرفه‌ایه. دیدی شرطو نبردی؟ ببین از رو میبرمه. نه شرط میبندی؟ سر زندگیت. زندگیت به درد من نمیخوره. سر اینکه هرچی نتیجه دادرسی و باگذار کرد دومشو بذاره رو کولشو. ده برو که رفتی. حالا میبینی اگه نباختی اسممو عوض میکنم. میذاری چی؟ هرچی تو بگی. زیزی گلو. قبوله. خیلی هم بهت میاد، خیلی بهتون میاد. آقای زندی میخوری؟ بخورید. فردای دادخواست متقابل تسلیم شعبه رسیدگی کننده میکنی. یه وکالتنامه تنظیم کردم که باید امضاش کنید. خواسترم صدور حکم ممنوع الخروج شدن سامان تعیین کردم. همینطور در صورت اقدام مهاجرت ناصر واگذاری حضانت به جد پدری. اون پیرمرد پیرزن که نمیتونن از این آتیش پره مراقبت کنن. چه بهتر. اون وقت گزینه بعدی میشه مادر طفل. فردا اول صبح میری مغز، سامانو تحویل ناصر میدی، ازش هم رسید میگیری. باهاش هماهنگ کردم. من نمیتونم سامانو ببرم تحویل بدم. نگران نباش. فکر اونجاش هم کردم. حالا بگو رنگ و مدل ماشین ناصر چیه؟ من حواسم کجاست یا شما؟ معلومه که شما وگرنه نمیپرسیدم. خیلی خوب خیلی شما پیچیدین جلوی من. خانم هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط چسبیدن به هم دیگه. فقط باید افسار بیاد. یعنی چی نه خانم؟ یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده. گفتم فقط افسار. خب ببینید خانم محترم، من کارت بیمه‌مو تقدیم میکنم، خسارتش هر چی باشه تقدیم میکنم. من عجله دارم، الان بچه هم مدگوده که باید برم اونو برش دارم. افسر الو. الو محبوب احسان من پیشته. خیلی خب نصر داره میاد. بودو خدا خود واقعا هم چیزش نشده. اول تو دیدن سامان اشتباه محض بود. سخت در اشتباهی رقیب. تقویم تو یه نگاهی بکن. طبق قرار قانونی دوباره بچه از امروز تا صبح یک شنبه مال مادرشه. تو دادگاه میبینمت. جناب رئیس، طبق مفاد مندرج در دادخواست تقدیمی، خانم محبوبه ابتهاج مدتی قبل با انقضای مدت قانونی 3 روز در هفته که میتونستن فرزندشون رو نزد خودشون نگه دارن، از تحویل طفل به پدر استنکاف ورزیدن. لذا جناب رئیس، طفل تحویل خواهان شده. اینم رسیدش. آیا این خود تایید میکنید؟ بله جناب رئیس، لطفاً اقرار خواهان در صورت جلسه قید بشه. بله جناب رئیس، در قبال ارائه رسید مذکور از خوانده، این برگه عقد شده که به قرینه میشه ازش عدم تحویل 25 روزه طفل رو نتیجه گرفت. لطفاً ضمیمه پرونده بشه. و اما درخواست ما ارائه تعهد قانونی برای عدم تکرار این قبیل اقدامات از طرف خوانده است. متشکرم. جناب رئیس، اقدام موکل من صرفاً واکنشی بوده در قبال مهاجرت قریب الوقوع خواهان به همراه طفل. به این مطلبم رسیدگی میشه. موکلتون کجا هستن؟ پیداشون میشه. بسیار خوب. بفرمایید لطفاً. بسیار خوب.
اجالتاً میپردازیم به دعوای متقابل. تایید میکنید قصد مهاجرت و اقامت در خارج از کشور رو داری؟ خیر. صغیر نیستن که شما از طرف ایشون جواب میدین؟ وکیلشون که هستم خانم. خطاب دادگاه به شخص خوانده بود آقای زندی. بله. ببخشید. خیر جناب رئیس. همچین قصدی نداشتم. ادله ادعاتون چیه شما؟ کپی برابر اصل یک آگهی که به درخواست آقای نیکخو در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ شده بود. مبنی بر حراج لوازم منزل. برای تبدیل به احسن بوده. پس چرا خطاب وکلا به دادگاه باشه؟ چشم. پس چرا در آگهی قید شده به نازل‌ترین قیمت به علت مهاجرت؟ برای بازارگرمی. خیلی این کارو می‌کنن جناب رئیس. جرم که نیست. مثلا قرار بود همه چی چرا خاموش باشه. تمام جیک و پیکمون ریخت رو داریه. عوضش طرفمون بور شد. خانم بزرگ مهر موکلتون نیومدن. دیگه باید برسن. خیالم از مطلعین راحت باشه. راحت راحت. بردمشون لباسون خونه یکی از همکارم. امکان نداره به فکر محبوبه برسیم. اومدم. سلام. جناب رئیس، به سند ماده 97 جهت ارائه ادله جدید تقاضای مهلت یک روزه دارم. حالا چرا فقط یه روز؟ برای اینکه این نگرانی وجود داره، اگه بیشتر از این باشه، خواهان تفر رو از کشور خارج کنه. صحیح هست، صحیح هست. این روزه که گهن زدیم، ولی هر طور شده باید امروز و فردا پدر مادرش رو پیدا کنیم. حتی اگه رفته باشم مریخ. ماشین نداری خانم کوچولو؟ بابای عزیزت دلت ماشینت امروز گرفتی. آره خانم برسونم اتون. خانم بازاکمه مزاحمتونم خانم. بله خیلی هم پرروان. نه جناب سروان اجازه بدید. جناب سروان اجازه بدید الان توضیح میدم خدمتتون. خانم بزرگ بهشون بگید دیگه. آقا راهنمایی کنید که بخیر. جناب بزرگ یه لحظه اجازه بدید برای خانم آقا. نه وقتی رفتیم کلانتری کلهتون رو تراشیدن متوجه میشید. بفرمایید آقا. بفرمایید. الان بفرمایید آقا. بهشون بگید آقا الان. قربان یه لحظه. بشینید. بابا بیفتید زمین. بفرمایید آقا. دیروز خوش گذشت. راستی چرا ویلتون کردن؟ این مملکت قانون نداره؟ داره. خوبم داره. تو دادگاه ملاقاتش میکنم خانم بزرگمه. امروز قول میدم به شما بیشتر خوش بگذره. خواهیم دید. در ضمن داریم میریم پایین یه سلامی به آقای قنبری هم برسون. بفرمایید. اشارت میکنم، خونه خرابت میکنم، وکیل در بیت. بعد وقت میکنم. مگه دستم بد نرسه پسری؟ لات بی سر پا. ببین فقط دعا کن که فقط دستم بد نرسه. وگرنه میدونم باش چی کار کنم. دنیا داره مکافاته. به قول مامان جونم از هر دست بدی از همون دست پس میگیری. حواست باشه امروز خیلی دیر به دادگاه نرسی وکیل بعد از این. بعد از یکی ساعت خبر کنید. اصلا من یه آهنبر بیارید. تو را خدا عجله کنید. قولم نکن خانم. یه دقیقه دندون رو جگر بذار. ببینم ها چی کار دارم میکنم آخه. به جنبین! مگه من جیمز باندم؟ قاضی، من مینا بزرگمهر هستم، وکیل خانم ابتهاج. باید یه توضیحی بهتون بدم.
بعد 20 دقیقه تنفس رسیدگی به پرونده رو شروع میکنیم. الو مینا. هیچ معلوم هست شماها کجایین؟ پس کوشن این دوتا. مگه نگفتی سامان گفته که ناصر میدونه کجا فرستادتشون؟ الو لواسونین؟ الو؟ الو؟ سلام. ببخشید جناب رئیس. بارکش به منزل نمیرسه. برس محبوبه. خانم بزرگمهر، قرار بود امروز شما با ادله جدید تشریف بیارید. علی نه موکلتون اومدن، نه مطلعین رو آوردین. متاسفانه دادگاه بیشتر از این نمیتونه منتظر بمونه. رضا ناچارم ختم دادرسی رو اعلام کنم. آقای جزم. آوردمشون. سلام. سلام. بیچاره شدی. ببینم یعنی باختیم من منو نگاه کن یعنی باختیم نمیدونم. ببین مسافرت تو ممکن نمیشه، فقط میگم یه سفرت تو روسیه چند روزه بوده همین. بابا 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 من بس خیانت کردم. تا من زنده نمیذارم این بچه رو ببری یه دنیا. پس لواسون لواسون برای خرید نخودسیا بود. ساکت ساکت، همه بنشینن لطفا. بیرون کسی هست که مراقب طفل باشه؟ من برم بیرون، من یه دوا سر من نیست. باشه آقای زندی. مژده بده محبوبه، سامانت ممنون خروج شده. ناصرم اگه بخواد سامانو به سفر خارج از کشور یا به ادعای اون وکیل آماتورش توریستی ببره، باید وثیقه بسپرم یا یه دادخواست دیگه بدم برای باطل کردن حکم ممنون خروج شدن سامان. وای خدا مردم از خوشی. فرمایش. سلام. امرتون. بریم. کجا؟ تلفنی که بهتون گفتم، ساعت 10:30 توی بونگا قرار گذاشتم. شما کار خوبی نکردی. منظورتون چیه؟ ما با هم شرط کرده بودیم که اگه اولا حکم دادگاه هنوز قطعی نیست، ممکنه من و موکلم تو مهلت قانونی اعتراض بدیم. چند درصد احتمال میدین دادگاه تجدید نظر رأی اولیه رو تایید نکنه؟ شما بگو 0%. اصلا وثیقه میذاریم برای ابطال حکم دادخواست میدیم. حالا شما چی میخوای بگی؟ شرط ما نتیجه این دادگاه بود که اونم باختی. شرط ما نتیجه این پرونده بود که هنوز مختومه نشده. تو داری دعوه در میاری زیزی گلو. بعدش هم ما داریم واسهتون. بله. سلام ناصر، تویی؟ نه اتفاقا منتظر تماست بودم. آره راجع به همون موضوع. فقط فقط ناصر جان میتونی یه 5 دقیقه دیگه تماس بگیری تا من یه موجود مزاحم از اینجا دورش کنم؟ متشکرم، خدافظ. تو به من گفتی که دارین برامون؟ یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه امتحان میکنی؟ بازه یه رسه باشی؟
زنگ زدن بعدا زنگ بزن. من که خدام این دختره رو سوسکش کنم. بابا هر چی باشه یه موقع زنت بوده. انصاف میسم این دو سه روز تو هفته هم نظری بچه پیشش باشه. شدنش که شدنیه. متعاقد ماده قانونیشو پیدا کنه. نه نه الان نه. با برم از ایجون از سینا ببرم خونه، بعدش برمیگردم سوادمو یه مروری بکنم. تو هم بیا اینجا. اگه تونستی قانعم بکنی که این تنبیه حقشه، اون وقت یه دادخواست جدید میدی. چه کار میخوام بکنم؟ پل امیر بهادر. سلام. سلام. متاسفم دیگه دارم تعطیل میکنم. باشه میشه ببخشین گوشیتونو؟ یعنی نه بله سلام چطوری؟ گرفتاریت برطرف شد؟ خب پاشو امشب بیا اینجا. به بابام گفتم امشب خونه تو هم. محبوبه نمیتونم برگردم. کجا برگردی؟ تو اونجا چی کار میکنی این وقت شب؟ چطوری رفتی اونجا؟ از پنجره. اونم مثل مخ خودش خراب بود. باور کن دیوونه ای. فعلا که اونا میگن تو دیوونه ای. من دیوونم؟ کیا میگن؟ پتو مت. خب ناصر و فرهود دیگه. اگه بدونی چه خیالی دارن. خیالی رو که با هم بابا اومدم یه باسکتبال ببینم. مالا مدخره کردم یا نشون ندید یا برفک رو مندازید. زیاد چایی نخوری آخ، تاسو مکافاته. نه خیلی آقا از خیلیش گذشت. همه ای کانادا با هم رفت. لنگ کفشم کو؟ من چه لنگ کفش نمیبینم. فکر کنم یکی برای لیلی بردتش. تکه های نردبون من یادت نره ببری.
طبق ماده 257 آیین دادرسی مدنی، دادگاه میتونه به درخواست هر کدوم از طرفین قرار ارجاع ادعا رو به کارشناس مربوطه صادر کنه که در مورد تو کارشناس روانپزشکه. البته میدونی که خود بیماری هم خیلی تعیین کننده است. ببینم تو از این قرصای مورفین دار که مصرف نمی‌کنی؟ فقط روزی دو تا قرص اعصاب صبح و شب. این مریضی هم از وقتی شروع شد که این طلاق و طلاق کشی‌ها شروع شد. حالا یعنی من روانی ام؟ عزیزم این چه حرفیه میزنی؟ اگه اینجوری باشه که نصف مردم دنیا روانی ام. نمونهش همین فرهود زندی. حالا اون چی که میتونه موجب صدور رأی علیه تو بشه اثبات عدم صلاحیت توه. مثلا رفتار نامناسب با سامان. عزیز دلم، خب بالاخره هر مادری میتونه بعضی وقتا به بچهش تشر بزنه. ولی حتما اینا اقدام میکنن. راستی سر شب گفتی یه آتوی از ناصر داری؟ تریاک؟ تو مطمئنی؟ یعنی مطمئنی که اگه بره آزمایش بده ثابت میشه؟ اگه ثابت نشه بیچاره ای ما؟ ولی اگه بشه؟ حتما برای رختاشون تناب کم آوردن اومدن آنتنه کردم. بی انصافا اومد. اینقدر حرف نزن، اومد دیگه. آماده ای؟ آره خدافظ. همینی که من میگم امکان نداره. بله بفرمایید. خواهش میکنم. معلومه که من اول میفرمایم. سلام علیکم. سلام علیکم مادر، حالتون چطوره؟ خوب است؟ ببخشید دیر شد. شرمنده. امکان نداره بذارم بچه‌مو با خودش ببره. بله. چه خوش خیال. خانم نه ازتون خواهش میکنم مادر جون، شما بفرمایید. یعنی چی؟ چه طرز حرف زدن آقا؟ خب من چه اسای ادبی به شما کردم؟ بفرمایید اسای ادبم بکنید. خودتون هیس. آقای زندی، من دارم با شما صحبت میکنم، به من نگاه کنید. خب الان دارم به شما نگاه میکنم. چه طرز نگاه کردنه؟ خب بله بفرمایید. مادر جون شما میتونید بفرمایید که شما من بفرمایید خواهش میکنم. خب من اصلا دلیل عصبانیت شما رو نمیفهمم. خیال کردی من کم میارم؟ من به خاطر بچه‌م همه کار میکنم. حالا که اینطور شد منم سر در نمیارم. سر من داد نزنید. من امروز باید تکلیفم رو روشن کنم. خانم شما چند لحظه اینجا تشریف داشته باشین، بزنین وقت بگذره، بعد ما با هم صحبت میکنیم. مادر جون پرونده رو بدید به من، خودم رسمی میکنم. شرمندم به خدا. من اصلا با شما موکلتون حرفی ندارم بزنم آقا. من فقط یه پیغام دارم شما بعدش برسونید. بفرمایید خواهش می‌کنم. خانم این مادر جون هم باید شاهد باشه. مادر جون بفرمایید. من دست بنداز با من چی کار داری؟ خیلی خوب شد. اینجا چه خبره؟ منو بگو کجا اومدی؟ عجب گیری کردم. با خدا مرگم بده. خانم امتیاج من واقعا نمیفهمم. دادگاه هم که آخه به نفع شما رأی داده که. رأی داده که داده؟ یعنی چی آقا؟ اصلا خوب کرده رأی داده. اصلا من هیچ صحبتی با شما و موکلتون ندارم. این پرونده هم داره روال عادی خودش رو تو دادگاه طی میکنه. خدا نگهدار. آقا معلوم میشه اینجا چه خبره؟ دفتر وکالته؟ خونه است؟ دیون خونه است؟ یا اینکه استغفرالله مادر جان، استغفرالله خدایا توبه توبه توبه. مادر جان صبر کنید من توضیح میدم خدمتتون. مادر جون ناصر باور کن هر قاضی منصفی اینو تو این شرایط میدید بدون مراحل قانونی رأی به جنونش میده. آخه تو اصلا میخوام بدونم چه جوری 7 سال با این زن سر کردی؟ بابا و گوشی تلفن دارم. گوشی. بله. سلام. حالتون چطوره خانم؟ خواهش میکنم. به خدا من واقعا شرمندم. اتفاقی که امروز جلوی در افتاد. بله بله پرونده‌تون الان پیش منه. با پیک بفرستم؟ ببین من به شما کاملا حق میدم بابت اتفاق امروز ناراحت باشین، ولی واقعا یه دختر جوان پا برن نست اتاق من؟ چطور ممکنه؟ یعنی ممکن
محبوبه و این هرچیگری. الان ناصر هنو گوش دسته؟ ببین هر قاضی منصفی اونا دیده بود بدون تهیه مراحل قانون بهش گفته بود ای والا. پس اینجا خبرهایی بوده. چیزی که عوض داده گله نداره. دیوانه دیگه تمام مکالمات شنود میشه وکیل دونپایه. صبح بخیر آقای قنبری. صبح شما هم بخیر خانم. این کاغذ رو از دادگاه آوردن، منم جسارتاً جای شما امضا کردم. خیلی ممنون. شما این قایق موتوری منو ندیدی؟ پل امیر بهادر. آره همون. این سیم آنتن بالا رو نمیدونم کدوم بی پدر مادری رفته قطع کرده، بخوام برم وز کنم همجون معطل مونده. دادخواست دادن بابت عدم صلاحیت تو به همون بهانه عدم تعادل روانی. خودشون دیوونن. قیافه این زندیه دیدنی اگه بفهمه ما هم عدم صلاحیت ناصر معتاد رو درخواست کردیم. ناصر تو چیزی میکشی؟ من نه جونتو نه بابا، فقط یکی دو پکونم واسه تسکین. اما دکترم در جریانه به سوز پدر تنهایی. همونم میذاریش کنار فهمیدی؟ شاید لازم باشه بری آزمایش بدی. باشه هرچی تو بگی. یه آشی براش بپزم یه وجبش روغن باشه. صبر کن. تو که با اطمینان گفتی معتاده. من چه میدونم، سامان چند وقت پیشم میگفت با چشای خودش دیده یه چیزایی دود میکنه که سیگار نیست. اونم قایمکی. شکایت کیفری کردن، ادعای شرف. میدونی این مجازاتش چیه؟ خانم اجازه ما میدونیم. حالا میگی چیکار کنیم؟ چیکارشو دیگه من تعیین میکنم. تو باید یه زنگی به ناصر بزنی و یه جوری من اصلا حاضر نیستم ریختشو ببینم. از تو تلفن که ریختش معلوم نیست. حرفش هم نزن، اینو از من نخوا. از من بخوا خانم کوچولو. خیلی خوب، بذار من یه خورده فکر کنم. خداحافظ. به خدا سپردمت. خیلی مراقب خودت باش. حال کردی آقا ناصر. دمت گرم داشت فرهود. خوش میکنم. الو ناصر. ببین یه دفعه خر نشی. این چه طرز حرف زدنه؟ ببین مجرم اینه که اگه بهت زنگ زدن وا ندی. رضایت ندی. بچه شدی؟ باز تو پشت خطی دارم. خودشه. سلام. سلام آقای نیک خوب. بله سلام. بلند صحبت کنی. مادر خوب هستن؟ به مرحمت شما، امرتون. میخواستم راجع به اون اتهامی که صحفاً توی دادخواست ما. من وکیل دارم خانم، با ایشون صحبت کنی. عمران. سوال، تو قانون برای کار گذاشتن فرستنده توی گوشی تلفن وکیلی که با آدم یه پرونده مشترک کار میکنه چه مجازاتی پیش بینی شده؟ پس بنابراین شما این دادخواست ادعای شرفتون رو پس میگیرین و دیگه هم پیگیرش نمیشین و شما هم قضیهشون رو دو بیخیال میشید. ولی مجازات افترا ابداً با شنود قابل قیاس نیست. البته خب اثباتشون کار خیلی ساده ای نیست. قطعاً اثر انگوش روشه، روی تلفن و خود گوشی. حالا که فکر میکنم میبینم غیر از افترا اتهامات دیگه هم به شما وارده، مثل سراغ سم، دزدکی وارد شدن به حریم حرفه‌ای وکیلی که دارین باهاش روی پرونده‌ای مشترک کار میکنین و یه شاهد نیم بند که چشم چارش هم حسابی نمیبینه، چیزی ثابت نمیشه. چه بامزه، جایدن زبالارم که میجوری توی بالکن از پام افتاد. از اولش هم یه هوا برای پام بزرگ بود. شواهد دیگه هم هست. مثل کوچه معاینه دکتر بهشتی که هنوز جای گردیش پشت شیشه ای اتاقمه و فکر میکنه این تو اتاق من چیکار میکرده؟
مگه اینکه تو دادگاه توجیه دیگه ای واسش داشته باشی. خیلی بی‌ادبی. جناب زرنگ، با یه گل سر و یه لنگ کفش که احتمال میره از اتاق من دزدیده باشی، با یه لکه گرد پشت شیشه که تا الان با دوبارون حتما حسابش رسیده، توی دادگاه واسه ترم خورد نمی‌کنن. کپسول شنودی یه چیز دیگه است. به زودی خواهیم دید. محض اطلاعاتتون عرض می‌کنم. سند خونه ناصر همین امروز از رهن باک در اومد و فردا به عنوان وثیقه تو دادگاه است. البته به همراهی دادخواه است. بعد از اون ناصر و سامان. جناب ولیان. اصلا منصفانه نیست. قانونی که اجازه بده یه مرد طفل 5 ساله‌ای رو به پشتوانه یه وثیقه چند میلیونی از مادرش جدا کنه، اصلا عادلانه نیست. دوستانه بگم. شما میتونید برید واسه خودتون تبلیغات بکنید، تو انتخابات شرکت کنید، نماینده مجلس بشین، البته که صلاحیتتون رد نکنن. اون موقع یه طرح بدید واسه تغییر قانون. معلومه که خوبم. زخمی شدین؟ چیز اصلا مهمی نیست. حالا موفق شدین؟ بله، حسابی ادبشون کردم. خب خدا رو شکر. کجاست؟ کجاست؟ چی کجاست؟ کیفم دیگه. اونو دزدیده بودمش. دزدی؟ من فکر کردم اونا مزاحمتون شده بودن. منم حسابی حالشون جا آوردم همین. واقعا که نابغه این. میدونم. حالا بیا خوبی کن. ای داره خوب میاد. دقیقا یه دستمال میدادی. فرمایش. هیچی، خواستم بگم این تو رانندگی خیلی خطرناکه. واسه جونتون اصلا خوب نیست. در واقع اصلا احتیاجی هم بهش نیست. دوست. چرا دوست؟ خانم بنده یه امانتی خیلی کوچولو توی گوشی تلفنتون داشتم که اونم ازتون برداشتم. خیلی هم سپاسگزارم. حالا چی وایسادین؟ حرکت کنی، دبخند بزنی، زندگی زیباست، دنیا که به آخر نرسیده که، ادامه بدین. سلام. همین حالا به انتقام چیز دادی ازت شکایت میکنم، نشونت میدم اه، واسه چی خانم؟ دو نفر سارق اومدن کیف جنابالی رو دزدیدم، بعدم از روی جوومردی و اخلاص اومدم تعقیبشون کردم، کیف شما رو چنگشون در آوردن تا تقدیمتون کنم. چه حرفی شما دارید میزنید؟ تازه توی درگیری زخمی هم شدم. اینا اینجا کاشون مش خورده بود توی چشت. همین فردا صبح وثیقه و دادخواست برای ابطال ممنوع خروجی سامان تو دادگاه است. بهتر به فکر دفتر وکالت دیگه باشی خانم کوچولو. حالا برو واسه آقا جون تعریف کن چه خسته‌ای.
پیش خودم گفتم اگه تا فردا صبر بکنم ممکنه ایشون خیلی غصه بخورن. واسه همین با اجازهتون رفتم از توی برنامه دفتر آدرس خونتون رو برداشتم. زنده باشی بسارم. اصلا کار خاصی نکردم. وظیفه من بوده. به هر حال دیگه ایشون حق دارن به گردن ما. بینی شما هم تو همین حادثه. اصلا چیز خاصی نیست. اصلا خودتون رو نگران نکنید. به هر حال حس رفاقت و همکاری به درد یه همچین موقع هایی میخوره دیگه. چقدر فروتن پس فطرت. میرم بفهمه کیفش پیدا شده خیلی خوشحال میشه. در حال لطف کردی پسر. من به عنوان یه مرد فقط وظیفه‌مو انجام دادم. آخی ناز چی الهی؟ اجازه مرخصی میفرمایی؟ خیر پیش. خدا نگهدار. سایه عالی کندشه ایشالله. مجدگون یاده نره نازم لبخندم فراموش نشه خانم کوچولو. یه مجدگونی بهت نشون بدم که حس کنی کیف دوست باشه. حالا همچین عجله‌ای هم تو کار نبوده، میتونستی یکی دو روز دیگه هم بمونی. تو همین حالش هم بیعقلی کردم آپارتمان عموی عزیزم رو گذاشتم شدم همسایه جناب علی. شاید موندی منبعد از رو دست کی تقلب کنی. کجا؟ درسته که دارم میرم ولی اینجا هنوز اتاق منه. حریم خصوصی سرت نمیشه؟ حالا اتاق کارتون بوده، اتاق خونتون که نیست که. بیرون. اصلا داری سهم ودیعه منو بدی؟ تا آخر وقت امروز حاضره. پس بگو برای چی دمقی؟ هرچند اعتباری نداری ولی میتونی چک بدی، منتها روز باشه. آماده است. منتها بعد زحمت بکشید بخوابونید به حساب تا فردا پاس بشه. اول تعهدنامه. تعهدی چی؟ مبنی بر فسخ قرارداد مشارکت اجاره. بلافاصله پس از پاس شدن چک. میدونین که گربه نره هنوز تو سفره. تا شما بنویسید و امضا بکنید من میام خدمتتون. بله. سلام ناصر تویی؟ گوشو زنگ زدی؟ این لحظه که نتونستم اسم کاری بکنم. به جون خودت ناصر مردم تا خودم رو راضی کردم بابت پول باهات حرف بزنم. اما خب بهت گفتم که آخه برای چی؟ شرمندتم جون سامان. این چند روزه دار و ندارم و نقد کردم تا تونستم 3 سال قسط بانکو یه جا بدم که این سند آزاد بشه. کاش دیروز میگفتی. حالا چه کو دادی؟ همین حالا پیش پای شما. شرمندتم به خدا. حالا خوبه میخوابونه به حساب تا فردا خدا کریمه. لطفا برای من اینو برگشت بزنید. سرکار بد نبود محض احتیاطی دستبند نبش بزنین. اینم از مژدگونی که میخواستی. من با آدمای خلافکار توی آسانسور نمیرم. مرد حسابی، آدم حقه یه خانومو میخوره آخه. شبا تو هم میخوای بیدی سر منو بتراشن. آره چطوری فرهاد زندی؟ آقای قمبری، یه زحمت بکشین این کارتون وسایل منو ببرین بالا. موندگار شدید انشالله. دیدم این همکارم کلاه بردار از کار در اومد و گرفتنش. اینه که گفتم دفتر خالی نمونه. که با رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در حمایت از حقوق زنان و مادران. سرکار من میخوام رضایت بدم. شما تعهدنامتون رو میدین، چکتون رو پس میگیرین. بهتره شما به فکر یک جا مکانی برای خودتون باشین. وکیل بعد از این. اگه همین امروز یه جای مناسب واسه من پیدا نکنید؟ پدرت خوب، مادرت خوب، جد آبادت خوب، یه مدت نم پیدا نشد. گفتم به سلامتی دل خوش با خانم مهندس وصلت کردی رفته به کارش همین. وصلت؟ یه عیبی داره؟ خلاف شهر که این مهندس جون. شهر و عرفش اصلا به تو ربطی نداره. مرد حساب آپارتمان من چی شد؟ خب ببین کنم که چه به نیازمندی مرد حسابی؟ بابا آسینم که ندارم، بس یه مدت وقت بدی دندون رو جگر بذاری رو چشم مهندس چشم. خیلی خب فعلا قطعا من پشت خطی دارم، خودم به زنگ میزنم. به فکر من باش. سلام علیکم سرناز خانم. چه عجب یادی از من کردی شما. بله بله
با اجازتون قفل در عوض کردم. فعلا ما نظر قطعی شورای نگهبان مجلس تشریف داشته باشی. بچه این پولا رو بدین آقا جونتون واسه تو نگه دارن. دختر بچه خوب سنگر پول همراهش باشه. به سه شماره اگه در رو من باز نکنی رو مأمور باز میکنی. برو با بزرگترت بیا خانم کوچولو. ¡1! ¡2! ¡3! ¡Yeah! خانم شما که خودتون کلید داری چرا در میزنی؟ میگه سکا قفل عوض کرده. خانم ما رو مسخره کردی؟ شما چه زبونم لال، خودت اهل قانونی مثلا. خواهر خدا شفاعت بده انشاءالله. 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 چی بهش گفتی دقل باز؟ بهت میگم چی بهش گفتی که اینا گفت؟ صبر کن. اگه دیوونت نکردم. اگه عشقی تو در نیاوردم. منو عشق. متاسف. تقصیر تو که نبوده عزیزم، ناراحت نباش. حالا کجایی؟ قبرستون. ناامید نباش، امکانش هست که مصوبه بره مجمع تشخیص مصلحت. در این مورد خاص بعید میدونم. تاثیر مطبوعاتو دست کم گرفتی خانم وکیل. این یکی دیگه تخصص منه. میتونیم چنان موجی را بندازیم که نماینده های مجلس حتما مصوبهشون رو بفرستن مجمع تشخیص مصلحت نظام. یعنی واقعا شدنیه؟ خیال تخت. باید در دفاع از این مطلب مقاله تهیه کنیم. باید با نماینده های مجلس مصاحبه کنیم، مخصوصا نماینده های زن. باید از زنهای مطلقه عکس و مطلب تهیه کنیم. بچه‌های طلاق. باید از همکارای دیگه‌مون هم تو نشریات مختلف کمک بگیریم. باید جامعه زنها رو تکون داد. زنده باد. زنده باد چی؟ زنده باد مادران تنها. زنده باد مادران تنها. ببین دکتر ضعیفه چلم شنگه ای رو انداخته. چرا ما هیچ کاری نمی‌کنیم؟ واقعا چرا ما نشستیم ما هیچ کاری نمی‌کنیم؟ تو مگه نمیگفتی رفیق شیشا دبیر این مجله راه نرفته است؟ مگه نگفتی زنش طلاق میخواد؟ خب چرا زده موش نمیزنی؟ مگه قرار نبود همه چی بی سر و صدا اتفاق بیفته؟ کار از این حرفا گذشته. پای شرف در میونه. بله آقا. نه بفرمایید. بفرمایید. بله.
مادرم به مشهور اخبار نیروزی از شبکه اول توجه بفرمایید. مصوبات امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام. در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح تصویبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حضانت فرزندان ذکور که موادی از آن از سوی شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی و اعمال برخی تغییرات، این طرح مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام متاسفم بابایی، با اجازت. آقای زندین، آقای زندین، بله. سلام، موبایلت چرا جواب نمیدی؟ سلام. حد بزن الان کجام؟ چه میدونم، لابد دیسکو. نخیر، تهران تازه رسیدم. چه آدمی بی ملاحظه ای هستی، فکر نمی‌کنی سکته کنم از خوشحالی؟ میبینم که مهربون‌تر شدی. امروز دفتری؟ بابا جون اومدم. ببین بابا همومه، باید حوله بش برسونم، بعدم بهت زنگ میزنم. خداحافظ. کنه. چرا یه بار برایم میشه جوابش نمی‌کنی؟ دیگه چه جوری؟ کم محلی تو ذوق زدن. صد بار بهش گفتم از رو نمیره که پیله. اونم یکیو میخواد مثل تو همه چی تموم که مایه مباهاتش باشه، از طرف دیگه هر غلطی خاص بکنه. شما دیگه نگیم بابا جون، اگه هم میبینی جواب سلامشو میدم به خاطر همین پرونده است که به معرفی کرده. یه جایی هم به درد میخوره. امان از دستت. من دیگه باید برم، بعد یه سری هم به محبوبه بزنم. خدافظ. سلام سناز خانم، عذرخواهی میکنم مزاحم شدم. شما تهران تشریف دارین؟ خب خدا رو شکر. میخواستم اگه ممکن باشه یه قراری با هم بذاریم. امروز؟ آره دیگه، شاید قسمت ما هم همین بوده. باش، خدا حافظ. سلام ناصر. نخیر، امروز تشریف نیوردن، ظاهرن به خودشون مرخصی دادن. باشه دیگه، مهم نیست، بذار هر وقت داشتی بده. موضوع دیگه؟ باشه میام. باشه، نه من خودم میام اونجا. قربانت، خدا حافظ. از اونی که میخواستیم بهتر شد. سامان الان دیگه مال توه. اخمات باز کن و خوشحال باش. خوشحال که هستم، اما چی؟ اما مشکل من سامان نیست. اگه ناصر از ایران بره من چی کار کنم؟ دوستش دارم فرود، نمیتونم فراموشش کنم. واو، همه چرا جنجال؟ قضیه مهاجرت؟ مهاجرتی در کار نبود بابا. من اینجوری وانمود کردم شاید. میخواستی آزارش بدی؟ آره؟ نه بابا، من میخواستم، یعنی نمیخواستم، من اصلا نمیدونم چی میخواستم. تو که تو سشتشی هستم، واسه چی طلاقش دادی؟ خب آخه بابا، این با این فعالیت حرفیش کشته بود ما رو. مدام مجله، جمعیت حمایت از زنان مسلمان، جمعیت حمایت از خانواده، کوف، درد، زهر ماریه، به قرم سبزی نمیپخت، یه خورش آلو اسفناج نمیپخت. اصلا خاک فراموش کرده بود وظیفه مادری و همسریشو. حسودیش میشد، نمیتونست ببینه که منم به اندازه اون تو کارم موفقم. منو بگو که فکر میکردم ازش متنفری. اما شاید اون تو رو دوست داره،
یعنی حتما دوست داره. ولی من به هیچ وجه حاضر نیستم غرورم رو زیر پا بذارم. اول اون باید پیش قدم بشه. دوستش دارم، میخوام باهاش زندگی کنم، اما نه به ازای عزت نفسم. تمام این بدبختی ها رو اون باعثش بوده، بایدم خودش پاپیش بذاره. که معلومه چه جوری، اینه که مهمه. خیلی خوب، اینم خیلی معلومه. تو میدونی، نه من، تو میدونی. مینا، آره تو که نمیخوای من طریق این پسر زیر زبون کشی کنم. اینو از من نخوا. بعد از این همه سر و کله زدن ما نمیتونیم مثل دوتا آدم با هم حرف بزنیم. خیلی خوب، اینجوری نگام نکن. باشه باشه، حرف میزنم. فقط اگه تا حالا دفتر خالی نکرده باشه. خودشه. بله. سلام. خواهش میکنم. باشه تو یک ساعت دیگه. خداحافظ. برای نهار دعوتم کرد. گفت راجب سامان با هم حرف بزنیم. راجب سامان؟ راجب سامان که دیگه حرفی نمونده. بهونه است. فکر میکنم ناصرم خواسته که از طریق من زیر زبون کشی کنه. یه اسم آقا پیدا کن، حتما هم از همکارات باشه. اسم چی؟ یه آقا مجردم باشه. خیلی نگران این بچه. منم همینطور. بچه بابا میخواد. همینطور مادر. به ناصر پیشنهاد کردم از این قضیه مهاجرت منصرف بشه. بگو چرا. چرا؟ چون اینجوری حداقل هفته یکی دو روز میتونه سامان رو ببینه. منم به محبوبه پیشنهاد خوبی دادم. که مهاجرت نکنه؟ ناصر؟ نه محبوبه. بهش پیشنهاد دادم که ازدواج کنه. فکر نمی کنم ناصر قبول کنه. ناصر کیه؟ خب موکل من دیگه. خب محبوبه موکل منه. تو میدونم. نه منظورم اینه که فکر نمی کنم ناصر پیشنهاد ازدواج محبوبه رو قبول کنه. آقای عزیز، من به محبوبه توصیه کردم که با این خواستگار سمجش ازدواج کنه. در این صورت هم سامان صاحب پدر میشه و هم که ناصر میتونه بره خارج و زندگی کنه. خوبه. اتفاقا مرزا من فکر خیلی خوبیه. اتفاقا من میتونم به ناصر پیشنهاد بکنم که همینجا بمونه و ازدواج بکنه. بخی اینجوری سامان به جای یه پدر مادر سبیل یه جفت پدر مادر میشه. خوبه دیگه. ناصر اگر اهل زندگی بود یه کارشو به طلاق نمی‌کشید. این چیه؟ من فکر می‌کنم این دو نفر با هر کسی دیگه یه ازدواج بکنه خوشبخت نمیشه. یعنی منظورت اینه که دوباره با هم ازدواج کنه؟ من حرفی زدم. تلویحاً همینه گفتین، ولی فکر نمی‌کنم که محبوب تمایل به ناصر داشته باشه. خیلی محترم، شما دارین همچین حرف می‌زنین انگار موکلتون از آسمون افتاده داره. همه زن‌ها همینطورن. آه وقت ببخشید مرد چی؟ هیچ مردی کاملاً قابل اعتماد نیست. لااقل یه بلا نسبت ایدولاجونی چیزی. بلا نسبت نداره. استثناء نداره، البته به جز بابای عزیز دلم. خانم محترم، شما با این افکارتون بعد فکر یه دبه خیلی بزرگ باشی به اندازه قدتون. ببخشید آقا، اینجا ترشی دارین؟ من این بی‌نزاکتیتون رو تلافی میکنم. آجی چی میگی ناصر؟ کچلم کردی رفت. نه بابا گیان زدم دوباره. بعد گفتم بعید مود بتونیم دوباره مثل دو تا آدم با هم حرف بزنیم که. دامنم کجا بود مرد حسابی؟ جمال وقتی رو وردی. گوشی. این چیه؟ گوشی قربان خودتون خواستید. تازه نداشتیم از بیبیم خریدم. باشه دیگه، برو دیگه. الو. دست آخرم مصوبه اجرایی شد. باید بودی و میدیدی سیامک چه ولوله‌ای به پا شده. تلویزیون که خبر رو اعلام کرد قیافه این جناب زندی دیدن داشت. یه شکلی شده اون که دل آدم براش کباب میشه. لابا تو هم حالا میخوای با لگت بندازیش بیرون. نه بابا، اون تلویزیون خودش دل موندن نداره. تو هم برو به اون خواهر عزیزت بگو که مینا خانم تو اولین پرونده مستقل حرفه‌ای شاهکار زد. تبریک میگم. اتفاقا خودم خیلی کنجکاو بودم ببینم نتیجه‌اش چی میشه. صبح که با هم حرف میزدیم مسئله هولا همون پیش اومد که دیگه نتونستم بپرسم. چه طرز صحبت کردنه؟ محل کار که جای این صحبت ها نیست. مگه کسی اینجاست؟ فکر کنم زیاده روی کردیم. پاشو پاشو برو که گند زدیم. من میدونم درد چیه. اسادت گلوت پیشش گیر کرده بند خدا. این ناصر اصلا نمیفهمم در تو چی داری حرف میزنی. لا اله الا الله. خیلی خب بابا، اصلا به من چه؟
ببینم تکلیف مورد ما چی میشه. کدوم مورد؟ محبوبه رو میگم. بهت که گفتم. تازه نیستم دیگه ریختش ببینم این دختره یه کیو میگی؟ بابا گیر نده تو هم دیگه اینا رو دارم میگم ده. اوه ناقول دیگه حالا به اسم کوچیک صداش میکنی؟ بابا اسم کوچیک. ناصر یه لحظه گوشی دست. سیامک صبح زنگ زد میخواستم دست به سرش کنم گفتم پدرم حمومه. قول نمیخوام. سوء تفاهم نشه لطفا. باجی. ناصر قربونت برم من خودم بعدم بهت زنگ میزنم. بابا کسی مورد ما بار ما با این کارد و پنیر به منزل نمیرسه. خودم باید دست بکار شم. سلام خانم بزرگ مهر. سلام خودمم. لطفا اینجا رو امضا کنید. این برای شما. از طرف کی؟ نمیدونم یا آقای سفارشی. لطفا اینجا رو امضا. بابت همه چیز متاسفم. حالا که دارم دفتر رو برای همیشه ترک میکنم میبینم که به خاطر تنش‌های اخیر یه حرف ناگفته مونده که همینطور ناگفته به خودم میبرمش. شاید این پیشکش ناقابل باعث رفع رنجش‌ها بشه. فرهاد زندی. راست میگی؟ آره، حدس بزن چی کار کرده؟ یه دسته گلم فرستاده. خب خدا رو شکر. ولی چه فایده؟ چی شده محبوبه؟ منظورت چیه؟ ناصر داره از ایران میره. صبح که سامانو بردم مهد کودک بهم گفت. بلیت کاناداشم دیده. مگه سامان پیش توه؟ دیشب ناصر آورد و تحویلم داد. دیشب؟ پس شاید خالی بندی باشه. مثل ازدواج تو. شاید هم نباشه. من ناصر رو میشناسم. هر کاری که بگی ازش برمیاد. یه کله شقیه که خدا میدونه. خیلی خوب. بذار من یه خورده فکر کنم. برو خدا مینا هر کاری میکنی زود باش. خیلی خوب. بذار ببینم چه گلی باید به سرم بگیرم. فقط خدا کنه تا حالا جایی رو اجاره نکرده باشه. فعلا خدافظ. خدافظ. 3482. معلومه که این پسر پاک بوش و حواست برده. ای بابا جان دفعه دیگه جا بذاری هیچ نمیارمش مغازه تا بیگوشی بمونی. آخه چقدر من پول آژانس بدم دخترم؟ بذاریم به حسابم. بابای عزیز دلم خدافظ. گلم ممکنه شمارم یافته. سلام مادر جان. سلام علیکم. من یکی از همکلاسی های دوران دانشکده پسرتون هستم. میخواستم راجع به یه پرونده باش مشورت کنم. زنگ زدم دفتر تشریف نداشتن. رفته تعمیرگاه ماشینشو بگیره. بعدش چی؟ قراره بیاد دنبالم ببراتم خونه خالش. بعدش هم بره دفترش اساسشو بیاره. یه دفتر دیگه اجاره کردن؟ یه چیزایی میگفت مادر جان که یه جای شیک و پیک دیده. منتها ببخشیدا راستش درست نفهمیدم. تفلکی بچم از دیروز تا حالا همش داره بدو بادو میزنه برای جا. چرا؟ پوش و حواس براش نمونده مادر جون. تو که غریبه نیستی. یه دختره توی این دفترشه که پوش و حواسش رو برده. کشکی پوش و حواسش رو برده بود مادر. خب پس چشه؟ روزش یه بار دیدمش همچین ترگل برگله. به دلم هم نشسته ها. مطمئنم چرا و بچه هم رو اذیت میکنه. خدا لعنتش کنه. نگو مادر جون اینجوری. بگو ایشالله خدا عقلش بده. ایشالله. پس من با موبایلشون تماس میگیرم. خیلی ممنون. خدا باشه مادر جون. خدا پشت پناهه. ولی من نگرانم فری. نه بابا تا باورت شده ها. سلام سامان. الان از مهدی بودن به من زنگ زد گوشی. چی شد دادی به خودش؟ آره سلام. لوکی ندادی؟ مادر جان مبارکه ایشالله. چی میشه که بخوریم؟ ببر بچه. سلام. خدا سلام. چی داشتم میگفتم؟ آخ ببین محبوبه میخواد ازدواج کنه. میگه با یکی از همکاراش به اسم شیرآبادی پیرآبادی نمیدونم یه همچین چیزی. فری جان من یه فکری باحال من بکن. یه دستی از من بگیر. ناصر جان با من که قرار نیست ازدواج بکنه که. میگه چیکار کنم آخه؟ بابا برو دوباره با این دختره رفاقت بکن. من مطمئنم اونم الان دلش پیش توئه. باور کن. چی داری میگی؟ چی باور کنم؟ ببینم این رفتارش تازگیش فرقی نکرده؟ محبوبه؟ مینا رو دارم بهت میگم. یه چیزی بهت میگم آم به زنگ نزد؟ زنگ که نه ولی صبح یه اسمس واسم فرستاده بود. چقدر مهربون شده بود. خب تأثیر گل دیگه. گل؟ کدوم گل؟ یعنی مظلومی که از محبت خارها گل میشود دیگه. آره ولی گل گاف زبون. حالا چی نوشته برات؟ چی این
اینکه میدونم از رفتار تندش معذرت میخواد و پشیمون شده و میتونم تا یه مدت دیگه اونجا بمونم و سر فرصت دنبال جا بگردم و چه میدونم از این حرفا. نمیدونم این دفعه چه کاسه زیر نیم کاسه شد. ای بابا تو آخ ببخش من شرمنده. تو هم به همه چی شرط داری یا بابا؟ آدم دیگه دیده در حقت بدی کرده، حالا فرق جان ناصر، حالا تو دیگه تاخچه بالا نذاری یا یه لحظه گوشی دستت پشت خطی دارم. ببین کیه؟ ناصر خودشه. ها به فکر منم باش. باشه باشه من خودم بعدم به زنگ میزنم. فعلا خدافظ. ببینم تو به سر در موتور میکنی تو کله من؟ امروز چه خوش اخلاقی. همیشه خوش اخلاقم. البته امروز به دلایلی همچین حالم بهتره. خودتون که میدونین که. بله، از اظهار لطفتون فهمیدم. خواهش میکنم. راستی این آپارتمان شیک و اوکازیونتون چی شد؟ تمومش کردین؟ فعلا تو مرحله گفتگوه. بذارین ببینیم تو عمل چی میشه. میگم میخوان یه جلسه دوستانه با هم داشته باشیم. راجع به حرفای نگفته با هم صحبت کنیم. حرفای نگفته؟ بله. منظورمو که میفهمی؟ بله. آن راجب حضانت سامان و اینا داری میگیم؟ بله، میشه از همون شروع کرد. بله، 100% موافقم. پس من تو دفتر منتظرم. اتاق شما که خب عذر شهری داره، اتاق من هم که لابد شما مشکل داری. من یه منطقه بی طرف سراغ دارم، شما تشریف بیارین. باشه، پس من تا نیم ساعت دیگه اونجا. ظاهراً شما گفتین که یه پیشنهاد به ناصر دارید. اونجا که یادم میاد شما فرموده بودین که به محبوب گفته بودین که حالا یه پیشنهاد جدیدتر دارم. برای کی؟ برای شما. بیاین من و شما با هم. ببینید خانم، من اصلاً تصمیم به ازدواج ندارم. خواهش می‌کنم در تو این موضوع صحبت نکنید. چه اعتماد به نفسی؟ من که همچی حرفی زدم. راست میگی. ببینید اگه واقعا منظورتون ازدواج محبوبه و ناصره، باید خدمتتون عرض کنم که اونا انگار یه طوری تو میشه که اصلا راجع به ازدواج حرف زد. خانم منظورتون چیه؟ ببینید منظورم اینه که بیاین من شما با هم ترتیب جلسه ای رو بدیم که این دوتا با هم رو در رو راجع به مسائل سامان و مشکلاتشون با هم حرف بزنن. خوبه. کجا بکی؟ همین امشب. چطوره؟ کافی شاپ خودمون. باشه. من همین امروز با ناصر صحبت میکنم در تو این موضوع. نیازی به حضور ما که نیست. چرا نیست؟ حقیقتش اینه که من امشب یه جلسه بسیار مهم دارم که باید اونجا باشم. همینجا عذرخواهی میکنم. لابا در مورد دفتر شیک و اوکازیونتو. این قضیه چرا اینقدر واسه شما مهمه؟ خلای خرج جلایق. بله. سلام سیامک، خوبی؟ میام میدون آرژانتین. باشه، تا یک ساعت بعد. خدا. چه غیرتی، حقش بود، ولی به خاطر محبوبم که شده باید از دلش در بیارم. خاله سوسکی، من هم دلم واسه تنگ شده عزیز دلم. آره هر جو تو بید همون کافی شا به خوبه. دقل باز قربونت برم یه لحظه گوشی نگرده. این چه طرز ابراز عشق کردنه خانوم؟ از رفتار جنابالی که مبتذل تر نیست. ابراز عشق؟ من؟ الو. بله بله و بلا. هر کی بود قطع کرد؟ هر کی بود این دفعه ممکنه نفس تو قطع کنه، مگه اینکه همین امروز دوم رکول ده بارو که رفتی دیگه هم برای من گل نفرست حضرت آقا. من؟ بله شما. من غلط بکنم همچی غلطی بکنم خانم و بعدش هم شما لطف کنید دیگه واسه بنده اسمس نفرستید. برو بابا. الو عزیز دلم، ببخشین چند لحظه معطل شدی اون پشت. چرت و پرتا چی میگی فری؟ قربونت برم عزیز دلم. کدومه؟ زبونم دار کارت به شیشه میشه که نکشیده یهو. نه فعلا با شیشه خورده کل انداختن. ای وای، بازم شما دوتا زدین به تیپ و تار هم دیگه.
بابا گناه منی بدبخت بیچاره چیه؟ ناصر میتونی این ساکت باشی یا نه؟ تو حالت خوبه؟ قربونت برم. مامان میگفت که یکی از همکلاسیای قدیمت زنگ زده. خب تو که شماره موبایلمو داشتی چرا زنگ نزدی به خودم؟ از اولش هم معلوم بود این کاره نیستی کلک. ببینم تو مطمئنی حالت خوبه؟ راستشو بخوای نه. پس من برم بمیرم دیگه. ببینم تو نمیتونی یه دوسر جلوی این دهنه صاحب مردته بگیری کار ما راه بیفته؟ این دفعه قضیه فرق میکرد، ناموسی بود، میفهمی؟ ناموسی با مینا؟ این داست درست صحبت کنه. با من چه میدونم، خودت داری میگی. فری دستم به دامنه. بابا همه چی داشت درست میشد، دوباره با سر کله این بچه سوسول پر پیدا شد. کی؟ بازم سیامن؟ آره دیگه. باش قرار گذاشت یه ساعت دیگه. خیلی حالا به تو چه، تو چرا ناراحتی؟ ناصر من تو که خودت میدونی من یه وکیل محترم آبرومندم، نمیتونم با یه همجواری یه خانم وکیل محترم آبرومند. ما رو سیا نکن آقا فری. لا اله الا الله، حالا تو هم گیر دادی این وسط. لا اله الا الله. بابا اصلا به من چی؟ گوشی؟ اگه باهاش قرار گذاشتم منظور داشتم، میخواستم با قال گذاشتنش حالیش کنم بره به جهنم. حالا منقدر منتظر بمونه که علف زیر پاش سبز بشه. همین. وای باشه زود هول نشی دعوتشو قبول کنی ها، یک کوچولو اش ببیام. چشم. ایشالا تو عروسی جبران میکنن. وا میخوای منم مثل تو بدبخت بشم؟ چیه این دفعه جوش نیوردی؟ خیلی خوب، حالا راستی میگم اصلا موبایلتو جواب نده تا من بیام. بهتر اصلا تو تماس گیر قربون صدقش بری. باشه باشه، خدافظ. خدا عمر و عزتت زیاد کنه. خدا ایشالا مینا خانم بذاره تو کاسه تا بفهمی زن چه بلای نازنینیه. نفوذ بد نزن، فقط یادت باشه همین حالا هولکی شمارشو نگیری یا بذار یکم بگذره که هواورش نداره. باشه چشم، بروی چشم. امر دیگه؟ خوشبخت باشی، خدافظ. قربونت برم. ای یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. کوچه تنگه ولی عروس خشنگه، ولی کوچه تنگه ولی عروس خشنگه. آقای نیکو. بله 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 آقای رئیس. سلام. سلام. شما؟ حالا دیگه این صدا رو نمی‌شناسین؟ امرتون رو بفرمایید. می‌خواستم ببینمتون، چون یعنی درباره سامان به خاطر اون یعنی باهاتون همایی نکرده؟ بله، ولی من امشب نمیتونم، باید برم یه جایی که نمیتونم بگم کجاست. میشه بذاریمش برای فردا شب؟ فردا شب من نمیتونم، پرواز دارم. به هر حال مشکل خودتونه، من نمیدونم. ببینید در صورت من امشب رأس ساعت 9 اونجا، و اگر همون کافی شاپی که خانم مینا گفتن بودین بودین، نبودینم من 10 دقیقه بیشتر شلوانه میستم. دوستان برام گود بای پارتی گرفتن. خدافظ. خدافظ. آخ بهمونی که نمیتونی بگی؟ نکنه بله برونه. تقصیر خود خرمه، زیادی اشفه اومدم. پس بفرمون اشفه خرکی اومدی، مگه نگفتم باش حرف نزن تا من بیام؟ حالا خوبه تو نبودی، تو بودی که بدتر میشد که. خیلی خوب، حالا اینقدر گریه نکن، بذار یکی دو روزی بگذره. یکی دو روز بگذره، او فردا میره. باور نکن. باور میکنم، من امشب میرم سر قرار. خیلی خوب، هر کاری میخوای بکن، ولی من یه فکر جدید دارم، یه نقشه حسابی به تو هم ثابت میکنم که سر کاری، که شبی بشه امشب. نرو نرو. نیمده سر قرار ها؟ تا
تقصیر خودمه. دم آخری اومدم یه کاری کنم روش زیاد نشه، یه رو دیر اومدم. ولی اون مثل که سر 10 دقیقه رفته. نه اومده بود، نه میاد. گفتم که سر کاری. همین الانم رفتن گودبای پارتی. خاک عالم. فکر کنم چیزی که راست گفته بود همین بود. یعنی راست میگه فردا داره میره خارج؟ دیگه راست و دروغش مهم نیست. ببینم، هنوز کلید خونه‌شو داری؟ آره، برای چی میپرسی؟ یه دربست بگی سری بیا اینجا. اونجا کجاست؟ خونه ناصر دیگه. وقت خوبی، باید بریم تو پاسپورتشو بدزدیم. بدزدیم؟ آره. الو. الو. دیوونه شدی؟ آره. تو همین الان پا میشی سری میای اینجا. نمینه، من نمیتونم. من میترسم، من اصلا نمیتونم. وای از دست تو، اصلا خودم میام دنبالت. الو. الو. کاش من این خر رفته بودم سر قرار. از کی بود این شعار میداد؟ نه در ازای عزت نفسم، من خر خاش بر سر. ببینم حالا تو مطمئنی که این الان روز روی رستوران نشسته؟ آره تا نیم ساعت پیش. آره تا نیم ساعت پیش؟ یعنی هر ممکن اینجا باشه و تو مطمئن نیستی؟ یعنی چی؟ خب اگر اومد باشه خونه چی؟ و تو مطمئن نیستی؟ الان کار از این حرفا گذشته، فقط برو. کجا؟ قربون من. کجا؟ خب بری تو اتاق دیگه، مگه نمیخواستی از ازدواجش مطمئن بشی؟ خب بابا سگو ببینم. یه سوال. این الان اگه تو اتاقش بود ما رفتیم بیدار شد یهو جیغ کشی چه خاکی بعد تو سرمون بریزیم. نه بگی پایین. وقت من مجبور میشم فرار بکنم، تو هم غرورت رو بذاری زیر پا، بلکه همه چی چراغ خاموش ادامه پیدا بکنه، میری پیش قدم میشی. یعنی رجوع میکنی. ها؟ رجوع. ها؟ نه بگی پایین. چراغ خاموش نه که واقعا حالا همه چی چراغ خاموش بود. خاموشه. یعنی خشکه خشکه. مال استرسه. خیلی خوب. باید چی کار کنم؟ اصولا آب میخورن دیگه. راست میگی. گردار. دیوانه. ساکس. داد میزنه. شش. تو اینجا چی کار میکنی؟ بری تو اتاقش دیگه. بری؟ این تو بری تو اتاقش. خیلی خوب. تو اینجا چی کار میکنی؟ میخواست فقط تهنه نمیشه. نه خیلی میخواد. تو برو برمردم. گودبای پارتی. میدونم، میگم شاید تو این فاصله که اومدم دنبالت برگشته باشه. اتاق خوابت کجاست؟ اتاق خواب خونمون. ببخشید اتاق خوابت کجا بود؟ اون بالاست. بیا فرود. من هیچی نمیبینم. مالی اینه دیگه، اینو باید با خودت ببری. خوابش سبکه یا سنگین؟ کی؟ آقای قنبری. قنبری کیه نمیشناسم. تو چرا خودتو باختی؟ ناصر رو میگم. من چه میدونم؟ اگه تو نگفتی بیرونه، مگه 6 سال باش زندگی نکردی؟ تو هم نصف شبی صندلی دختر انداختی. سکو من چرا غرق کردی؟ بالای بالا چم 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 چم. خیلی خوب بیا تو برو. من نمیرم خود برو، من میترسم. تو اول برو. ممکنه لخ باشه. وای خاک بر سرم، اگه لخ باشه که منم نامحرمم. میخوای در بزنیم بگیم لطفا لباستون رو بپوشین؟ نمیدونم، هر جو صلاح میدونی خودت میدونی. خب با تو نرفتیم بانک بزنیم. فرود چرا قدر که داد میزنی؟ نیست جدی؟ برد که شوهر بگرد نمیخندی؟ محبوب هر تو که شو بگرد نابقه، دارم شناسا باشو میگم. این آهاش اینجاست. پس شما بودین دست کلیده منو کش رفتی امروز ماما منو دعوا کرد. سامان جان تو چرا تا این وقت شب بیداری پسرم؟ به مامان چیزی نمیگی یا؟ به یه شرطی. چه شرطی؟ گذرنامه. چی شد؟ کلید رو جا گذاشتم. وای حالا کلید مدرک میشه دست این زندی. عیب نداره، گذرنامه‌ش رو برداشتیم، به همه چی میارزه. از در پشتمون میریم. خیلی خوب. من میام. بیا
بودو بیا سب کن دستت رو داری سب کن بیا از اینجا سب کن سب کن سب کن بیا بیا وای بیا برو شدی ای بای به به خانوما معلومه اون بالا چی کار میکنن؟ سلام علیکم علیک سلام اینا اف افشون خراب بود به ما گفتن از دیوار بیاین تو تو میرفتی یا بیرون تشریف بیاوردی؟ هر جور شما صلاح بدونین بفهمین پایین بفهمین پایین در خدمت تو هستیم بفهم سعیتا بفهمین خانوما سوار ماشین بشی به طرف کلانتری بفهمین کلانتری؟ آقا من ماشینم اینجاست بله کدوم؟ خب با ماشین من بریم دیگه بله جانسان عجیب همراه خانوما شی بریم کنتر جناب سرمان تو رو خدا من بچه‌م خونه تنهاست تا صبح ذره ترک میشه بفرمایی خانم ایوه جناب سرمان تو رو خدا سر راه اجازه بدیم بریم من بچه‌م ببینم حداقل بهش بگم تا صبح نمیام خدا عمرت بده سرکار خونمون همینجاست ممنون اینا رو به به دوزی آقا دوز لطفا بگیریدشون دوز دوز هرمان اینا دوز دوز جفتشون هم دوزم همین دوتا دستبندتون هم بیاین آقا بیاین بیرون بهتون میگم پشت ماشین بیاین بیرون گرفتانیم کجا آقا؟ کجا آقا برگرد؟ سلام هستم جانم سلام فرهاد زندی هستم وکیل پایه یکی دادگستری ساکت! چشم بیا به تو ماشین بفرمایید زن زحمت نکشید ماشین هست شما بفرمایید بفرمایید تو ماشین پلیس ایشون هم هستن نسل جان پلیس های زحمت کش تشفه بردم ای بحبه خدافز بله اینه یه چرا خاموشه یه به یه شدی خب میشه یکی از شما ها ماشین شما قرض بده اینجوری بهتر بودو دیر شد من بیر دوباره سما بچه ها خدا بزه خدا رو شکر کار این پروندم به خیر خوشی تمام شد حالا شما رانندگی میکنی یا بله 384 خیلی ممنون خواهش الو سلام یه ماشین میخواستم لطفا میدان کلانتری سر خیابون جهان آرا ممنونم خدافظ بابا شیطون غلط میکنه با تو خانم بزرگ مینا خانم الو خانم بزرگ بابا تشریف بیاری خودم میرسونم بهتون تا یه جایی دارم با شما حرف میزنم ها مینا خانم خانم بزاگمه الو چرا گوشه بر نمیداری؟ بفرمایید در خدمت باشین خانم بزاگمه اینقدر لجبازی نکن بیا ببین چی دارم میگم ببین واقعا دیگه این دفعه شوخی ندارم ها اگه دلم دیگه رفتم ها پشت گوشت دیدی منم دیدی ها بیا دیگه آخه اصلا خوبیت نداره شما اینجا تنها تو خیابون میرسونم اتون حالا من گفتم من دیگه دارم میرم خانم بزاگمه این دفعه دیگه نمیخوای پلیس خبر بکنی؟ میخوای؟ ببین واقعا داری با خودت لجبازی میکنی وگرنه من که میدونی که من اگه میشناسی که بابا یه لحظه نگاه کنم چی میخوام بهت بگم خب الو الو اوه سلام مزاحمتون شده خانم نه خانم بزرگ نه جناب سرکار یه لحظه اجازه بدید خانم بزرگ بگید جون هر که دوست داری نامردی نکنی ها خانم شما هم میشناسینش اجازه بدید من الان خدمتتون توضیح میدم ما اصلا چیزیم در واقع توی یک حرکتی ما الان نامزد هم دیگه هستیم راست میگه خانم بستگی داره به چی بستگی داره هر شرطی باشه من قبول میکنم جناب سرکار اینجا الله فایسادن خب خانم میگه که این شرط رو میپذیرم که بس ثابت کنه ثابت میکنم الان جناب سروان اینجا وایسادن منتظرم تو هر دادگاهی ثابت میکنم بهتون قول میدم بهتون آقا دارم قول میدم جناب سرکار خب میگه ثابت میکنم حالا چی؟ سرکار خانم
برای بار سوم میپرسم، ایشون بالاخره نامزد شما هستن یا نه؟ بله. من عرض کردم خدمتتون که مبارکه. خانم مبارکه. مبارکه. گل پسر مبارکه. قربان شما، مبارکه شما باشه انشالله. خانم تبریک عرض میکنم خدمت. مبارکه. مبارکه. خیلی خوشحال شدید. من هم اولش گفتم خدمت. متشکرم. خب حالا این آژانسی که زنگ زدین چی میشه؟ از اولش هم آژانسی در کار نبود. بفرمایید. خواهش می‌کنم. نه اصلا فکرش نکنید. خب شما اول درو باز کنید بعد من مشتری رو جواب میدم. باشه، برای مشتری شماست. پس من میشم. نمی‌کنم، من مشتری رو تقدیم کنم به شما. نه نه نه، this is first. نشانیتون نداره. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. باز کنید. درستم؟ بله. بله، بفرمایید.